پس از چهار روز درگیری مسلحانه و کشته و زخمی شدن بسیاری از افراد غیر نظامی، سرانجام تلاشا برای مبارزه با تروریست ها در مرکز خرید نایروبی به نتیجه رسید. در پایان چهارمین روز از این درگیری ها، آقای اوهورو کنیاتا، رئیس جمهوری کنیاته سخنانی به اخبار زد و نقیزی که درباره حوادث این چهار روز مطرح بود، پایان داد. 240 او اعلام داشت رویارویی با تروریستا در مرکز خرید متاسفانه باعث جان باختن 240 نفر شد که 61 نفر از آنان شهروندان ما بودند شش مامور امنیتی نیز در نهایت فداکاری برای نابودی جنایتکاران کشته شدند سه طبقه از این ساختمان فرو ریخت و هنوز افراد بسیاری هستند که در زیر آوار ماندند از جمله تروریستا که آنها نیز به این ترتیب به دام افتادند آقای اوهورو به دلیل وقوع این حادثه در کشور و به یاد درگذشتگان سه روز عزای عمومی اعلام کرد در پی این حملات یازده فرد مزنون توسط پلیس کنیا بازداشت شدند و همکنون تحت بازجویی قرار دارند تیم FBI نیز در این زمینه به کمک کنیا شتافته بود روز گذشته عملیات وسیعی علیه تروریستا در این محل اجرا شد که از سپید دم آغاز گردید و تمام روز به طول انجامید و در نهایت تلاش ارتش کنیا منجر به آزادسازی بخش عمده از گروگان ها شد. طی دو روز دوشنبه و سهشنبه نیروهای ارتش از مواد منفجره برای باز کردن قفلها در این مجتمع تجاری استفاده می کردن و صدای تیراندازی و انفجار به طور متوالی شنیده می شد. گفته شده که حداقل 18 خارجی در میانه کشته شدگان وجود دارند از جمله 6 انگلیسی و شهروندانی از فرانسه، کانادا، هلند، استرالیا، پرو، هند، غنا، آفریقای جنوبی و چین. مراکز درمانی نایروبی در حال حاضر مشغول ارائه خدمات درمانی و روان درمانی به مجروحان و بازماندگان این حادثه هستند. این حمله مرگبارترین حمله در نایروبی از زمان حمله انتحاری القاعده به سفارت آمریکا در ماه اوت سال 1998 میلادی محسوب می شود.